اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که با وجود چالش ها و نبود امکانات صادرات افغانستان در 3 ماه اول امسال به 100 میلیون دلار رسیده، در حالی که این رقم در 3 ماه اول پارسال 64 میلیون دلار بوده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان علت افزایش صادرات کشور را کاهش آفات طبیعی، بهبود وضعیت راه‌های ترانزیتی و کاهش مشکلات در سرحدات با کشورهای همسایه دانسته می‌گوید که هنوز هم تولیدات افغانستان با مشکلات چون پایین بودن کیفیت، بسته‌بندی نادرست، اخاذی‌ها و فساد اداری و نیز نبود دسترسی به منابع مالی روبروست. آقای حقجو تاکید می‌ورزد که اگر این چالش‌ها از میان برداشته شود، صادرات افغانستان افزایش چشمگیر خواهد داشت. در کل صادرات ما، ارقامی را که ما ثبت می‌کنیم، اینا صادرات رسمی هستند. اما ما بعض اقلامی هست که قاچاق میشه از افغانستان. اگر ما او رو محاسبه بکنیم، به ما صادرات ما بیش از 1 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار در سال هست که او عبارت از قاچاق مواد معدنی ما، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ما، سنگ های ساختمانی مثل سنگ های مرمر و گرانیت است، مسئله جنگلات است که زده میشه و اونا دوباره صادر میشن. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که در حال حاضر تولیدات و محصولات افغانستان به کشورهای پاکستان، هندوستان، آسیای مرکزی، چین، روسیه و کانادا صادر می شوند و تلاش ها برای گسترش این صادرات در تمامی کشورها به ویژه ایالات متحده آمریکا ادامه دارند. از سوی هم آقای حقجو از کاهش واردات افغانستان نیز سخن می زند. در حدود 6% واردات ما بنابر قامی که ما از وزارت مالیه گرفتیم این کاهش نشان میده. سال گذشته از 3 ماه اول در ارزش 980 میلیون دلار ما واردات داشتیم، در حالی که امسال 860 میلیون دلار 3 ماه اول امسال ما مجموع واردات ماست. در همین حال یکی از تجاران محصولات حیوانی با آنکه از افزایش تولیداتشان سخن میزند میگوید که دولت در افزایش این صادرات نقش نداشته است. با دولت هم چند تماس گرفتیم که بتونه با ما صحبت ها از روی ترانزیت بخاطر انتقالش کس و در تعرف هایی که بودن که کس مثلا به حساب بنا سازی اگر به چیز کمی کاستی بوجود شاید بیشتر از ایش هست. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید که کاهش پول افغانی در برابر پول های خارجی سبب کاهش صادرات، خرید و فروش کالاها و محصولات کشور شده که باید تدابیر جدی برای جلوگیری آن گرفته شود. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. تفصیل بیشتر در عرصه صادرات افغانستان و اهمیت آن در خودکفایی اقتصادی این کشور موضوع صحبت ما با مهمان برنامه از کابل است. محترم ببخشید میرزمان پوپل، رئیس بخش صنایع و صادرات اتاق تجارت و صنایع افغانستان را از طریق اسکایپ با خود داریم. آقای پوپل سلام بر شما، ممنون و تشکر از اینکه وقت خود در اختیار برنامه ما گذاشتین. در حالی که به نظر میرسد تمام توجه جهان روی به نوع خودکفا ساختن افغانستان در بخش اقتصاد باشه، موضوعات بسیار مهمی مثل قاچاق منابع طبیعی افغانستان، چوب‌های جنگلات افغانستان و عدم موجودیت یک مکانیزم مؤثر برای صادرات افغانستان در این گزارش ما موضوعات را شنیدین. نظر شما در قبال موضوعات چیست؟ چرا حکومت نتانسته تا حال با این معضلات برخورد درست بکنه؟ خوب سلام خدمت شما و همچنان خدمت بینندگان محترم تلویزیون آشنا. به بعد سوال شما باید یادآور شدم که دولت هم کوشش های خود کردن به ارتباط که یک راهکار و یک پالیسی های متعدد برای حساب از بین بردن قاچاق و این وفا بگیرن، اما تافیران نتایج مثبت و قابل ملاحظه نداشته. اتاق تجارت صنایع افغانستان همواره کوشش کرده که تا زمینه خوب و همچنان زمینه را برای صادرکننده خود فراهم ساخته تا اموال صادراتی افغانستان به مارکت‌های جهان و به کشورهای منطقه معرفی شود که کارهای اتاق تجارت صنایع افغانستان. بله، حدود چند سال گذشته مشکلات که همیشه مطرح میشه یکسان است: نبودن سیستم‌های یخچال برای نگهداری از مواد غذایی که صادر میشه و همین باعث میشه که قیمت از اینا پایین بیاید، همچنین استفاده کشورهای مثل پاکستان از تولیدات افغانستان و فروختن از او زیر نام این کشور به بازارهای بین المللی. روی این موضوعات چرا تا کنون انکشاف صورت نگرفته، کمک به دیاقین نشده؟ خب این موضوع را ما بار با دولت و وزارت محترم زراعت مطرح ساختیم که باید برای دیاقین افغانستان کمک شود. طور که سال گذشته شما هم به جریان هستیم، میواجات تازه افغانستان در مجموع با کشور پاکستان صادرات داشتیم و امسال هم
بازار عمده میوه‌جات تازه افغانستان صرف کشور پاکستان است. یکی از مشکلات عمده که افغانستان داره نبود موتورهای یخچالی و همچنین نبود کارگوهای هوایی که به کشور دبی یا مثلا بازارهایی که ما میتونیم میوه‌جات تازه افغانستان در اونجا بازار خوب داره، مثلا کشورهای امارات است و همچنین هندوستان است و کشورهای اروپایی است که در اونجا فروشات میوه‌جات تازه افغانستان فوق العاده زیاد است، اما نسبت نبود وسایل ترانسپورتی یخچالی و همچنین ترانسپورت هوایی نمیتونیم با سه وقت میوه‌جات تازه افغانستان به مارکت برسانیم. یکی از مشکلات عمده این است. همچنین مشکلات دیگه که وجود دارد در بخش های مختلف در داخل افغانستان هم تا بالی یک پالیسی و یک راهکار یک که وزارت های مختلف روی دست نگرفتن که برای صادر کنندگان میوه‌جات تازه افغانستان. بله. آقای پوپل، آیا اتاق صنایع و تجارت افغان در طول دهه آینده که تمام تمرکز جهان روی سکتورهای انکشافی مثل اقتصاد، مثل زراعت متمرکز است، پلان را برای بهبود این مشکلات داره در عرصه تسهیل روند صادرات افغانستان به جا؟ خب، اتاق صنایع افغانستان تافیرا کوشش خود انجام داده به خاطر رشد صنایع صادرات افغانستان و این بعد هم یکی از پالیسی های اتاق صنایع افغانستان است تا انکشاف صادرات افغانستان فراهم بسازد و همچنین بازارهای خوب برای صادرات افغانستان، برای میوه‌جات تازه افغانستان، برای قالین افغانستان، برای نباتات طبی افغانستان فراهم بسازد تا این اقلام صادراتی افغانستان با مارکت های جهان معرفی شد و بازار خوب برشون پیدا شد تا دو سال آینده صادرات افغانستان به 2 میلیارد تا 3 میلیارد دلار برسه بخیر. ممنون و تشکر از شما آقای پوپل که معلومات در عرصه فعالیت های اتاق برای بیننده ارائه دادین. تشکر.